بسم الله الرحمن الرحیم. سوال میکنن از تو مازا احل لهم، چی چیز حلال شده از برای زینا؟ قل بگوی پیامبر احل لکم الطیبات، نه یک کلمه اللهم، حلال شده از برای شما چیزای پاکیزه. پاکیزه چی است؟ فکر کنید در تفسیر از این چیزای پاک خوب تفسیر کردم. مثلا امام سمعانی میگه پاکیزه هر آن چیزی که در قرآن سنت حرام نشده باشه و عرب او را استفاده کرده باشه و مطابق طبیعت انسان باشه، خبیث نباشه، چیز نجس نباشه، این را پاکیزه میگه. طبیعت شما تابت شما در قرآن تحریم نشده باشه، نه در قرآن از حرمتش نه در سنت. عربا استفاده و لذت دهنده باشه، نجس نباشه. اینا امو مثلا موش چطور حرام است؟ و حرم علیکم خبایست، او در جمله خبایست است، خبیس است، نه پلید، لذت نداره انسان. عرب ها از استفاده نمیکنه، عرب ها استفاده کرده باشه لذت دهنده باشه و حرمتش ثابت نباشه. اینمی مثلا یکم تا میگه که امی مار چی واری؟ یک قسم مار است سنجاب میگن، نامش یادم رفت، یک قسم مار است استفاده کرده که صحابه سوس مار، اینی سوس مار نی؟ اگم تا میگه عرب های سوس مار خور، عرب ها را که رد میکنن سوس مار خور میگن نی؟ حالا سوس مار خالا را در قرآن سنت حرمتش نامد. حتی در حدیث میگه که خالد ابن ولید اینا در دسترخان آورده پختیش کردن، شروع کردن پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن بسم الله کن، پیامبر صلی الله علیه و آله شما حرمت طبیعت نمیشه، ولی اونا را نگفت که حرام است، اونا استفاده کردن. پس سوسمار حلال است در حقیقتش، اگر که اگر مذهب میگه نه، مذهب از پیش خود هرچی بگوه از حرمت ثابت نباشه و لذت دهن نباشه. و همین قسم خطیب شیربینی میگه در قرآن سنت حرمت ثابت نباشه و یا در قیاس جلی، قیاس روشن و دیگه استفاده لذت دهنده باشه، این حلال است، این چیزا بس طیبات. و در طیبات امی دیگه چیزای پاک هم میاد، مثلا گندم جواری دیگه چیزا داخل است.